فریدون فرخزاد، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز، شومن، آوازخوان و فعال سیاسی. 21مین سالگشت قتل او به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. چرا خطرناک بود برای حکومت فریدون؟ فریدون فرخزاد بیشتر به عنوان یک شومن موفق تو ذهن‌ها میشناسنش. دلیلش هم روشن، اولین کسی بود که شو تلویزیونی به شیوهی که در غرب اجرا میشد رو به ایران آورد و بسیار موفق هم عمل کرد. در واقع فریدون فرخزاد سالها بعد از اینکه در آلمان مشهور شد در ایران هم مشهور شد. بیش از هر چیز با شو تلویزیونی میخک نقره‌ای که پایه بقیه کارهای صحنه‌ای تلویزیونی شد. همیشه اول و آخر شو میخک نقره‌ای یک ترانه پخش میشد با صدای خودش. فریدون فرخزاد از شروع کارش در سال 1347 در ایران تا پنگام به قتل رسیدن در بن آلمان همیشه هنرمندی بود که بخشی از مردم به شکل افراطی و حد پرستش واقعا دوستش داشتن و بخش دیگری که اصولا بخش مذهبی جامعه و سیاسیون انقلابی بودن باش به طور افراطی مخالفت میکردن. در گفتگویی که سالها قبل از انقلاب با مجله سپید و سیاه داشت درباره خودش میگه: من در 15 مهر ماه 1317 در چهارراه گمرک تهران متولد شدم، جنوب شهر. مدتی در دبستان رازی و بعد در دبیرستان دارالفنون درس خواندم و بعد به آلمان رفتم. در مونیخ، وین و برلین حقوق سیاسی خواندم. در سال 1962 در مونیخ با آنیا عروسی کردم. سال 1963 اشعار آلمانی هم از طرف ناشرین بزرگ کتاب آلمان به عنوان بهترین اشعار سال برنده جایزه شد و در کتابی که همه ساله منتشر می شود آثار من در ردیف 10 شاعر و نویسنده سال چاپ شد. در سال 1964 اولین دیوان شعرم به نام زمانی دیگر به زبان آلمانی انتشار یافت و جایزه ادبیات آلمان را گرفت. شعری که در باره برلین گفتم جایزه ادبیات برلین را گرفت. عضو آکادمی ادبیات جوانان مونیخ شدم. در سال 1966 به رادیو تلویزیون مونیخ رفتم. در تلویزیون مونیخ یک سلسله فیلم رنگی تهیه کردم. در 1967 روی موزیک فولکلور ایران موزیک مدرن ساختم و با این موزیک به فستیوال موزیک اینسبورگ اتریش راه یافتم و جایزه اول را گرفتم. در همان سال امتحان دانشگاه هم را هم دادم و در رشته حقوق سیاسی با درجه عالی فارغ التحصیل شدم. دکترای حقوق سیاسی میگیره. به جز زبان آلمانی و انگلیسی مختصری هم فرانسه میدانم. فریدون تو خانواده بزرگ شد که پدر سختگیر ارتشی بود و مادر نرم خو علاقمند به شعر و به ویژه به حافظ بود و مدام برای بچه‌ها شعرهای حافظ رو میخوند. 5 تا بچه بودن. 2 تا خواهر بزرگتر، پوران خانم که عمرشون دراز باد، فروغ و بعد فریدون و 2 پسر، یکی بزرگتر از فریدون و یکی کوچکتر. پدر مخالف هنر فریدونه. آواز خوندن در ایران اون روز باعث افتخار مردم نبود، باعث ننگ خیلی خانم. من پدرم وحشتناک عصبانی بود وقتی که من شو اجرا میکردم یا آواز میکندم، تماشا نمیکرد و غصه میخورد که مثلا بچهش درس خونده بعد مطرب شده. کلمه مطرب برای کلمه خیلی زیباییه. یه شعر هست که کسی گفته: رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر به ستانی.
فریدون از اول روحیه آنارشیک و بلند پروازانه داشت. با اینکه از شاگردای ممتاز مدرسه بود، رشته ادبی میخوند، نمیخواست کنکور بده بره دانشگاه. رفت دنبال تهیه امکانات سفر به آلمان تا مثل برادرش، برادر بزرگش، اونجا ادامه تحصیل بده. حاضر شد تحصیل رو رها کنه، انقدر کار کنه تا بتونه پول سفر و یه زندگی موقت رو تو آلمان فراهم کنه. تو سازمان تامین اجتماعی کار گرفت. 2.5 سال طول کشید تونست پولاشو جمع کنه از حقوقی که میگرفت. همزمان تو خونه با چند تا کتاب خودآموز آلمانی که همون موقع بود الان هم هست این زبان یاد گرفت. تابستان سال 1336 تو امتحان اعزام به خارج وزارت علوم قبول شد و رفت فرانکفورت و بعد مونیخ، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مونیخ. درباره اینکه در آلمان چه کرد از خود فریدون فرخزاد نقل کردم، خوندم مصاحبهش با مجله سپید سیاه و در ادامه با مهمان برنامه در این باره صحبت خواهیم کرد. فقط یکی دو نکته رو بگم اینجا که شاید نشه بعداً درباره صحبت کرد. یکی اینکه سال 41 1341 بود که با دختری لهستانیول اصل به اسم آنیا بوچکوفسکی ازدواج کرد. آنیا اهل تئاتر و ادبیات بود و بعد از ازدواج با آنیا بود که تمرکز فریدون روی شعر خیلی جدی‌تر شد و اون شعرها و موفقیت‌های بزرگ بعدی براش پیش آمد. اولین بچه‌شون دختری بود که اسمش رو اوفلیا گذاشتن که در همون کودکی مرد و دومین بچه پسری به نام رستم بود که هست که فلج به دنیا آمد و همیشه رنج عشقی بود بر دوش و دل پدر و مادر. شاید عشق به همین فرزند با شرایط جسمی ویژه‌ای که داشت باعث شد که فریدون تا آخر عمر یک حساسیت ویژه‌ای روی بچه‌ها به ویژه بچه‌های عقب مونده داشته باشه. حالا صحبت خواهیم کرد در این باره. نکته دیگه‌ای که خواستم بگم رابطه نزدیک فریدون و فروغ فرخزاد بود. بچه‌های پشت هم بودن موقعی که فریدون در آلمان بود، فروغ هم با آلمان سفر کرد و مدتی هم اونجا موند و وقتی برگشت نامه‌هایی که بینشون رد و بدل شد حاکیست که این دو چه رابطه عمیق عاطفی داشتن نسبت به هم دیگه. آخرین نامه‌ای که فروغ برای فریدون فرخزاد میفرسته پیش از مرگ تراژیک فروغ در تصادف 14 بهمن 1345 در تهران، فروغ می‌نویسه، من یه تیکه‌هایشو می‌خونم براتون. نمیدانی چقدر قصه‌دار هستم و قلبم چقدر گرفته. اینجا تو باید میان کسانی زندگی کنی که تمام زندگی مرا خرد و نابود کردند. اینجا هیچ هستند. هیچ هستند آنهایی که، معذرت میخوام، اینها هیچ هستند. هیچ هستند آنهایی که امروز 100 دفعه عکس تو را توی مجلاتشان چاپ میکنند و به زور به خرد آن بقیه میدهند و فردا هیچ کاری ندارند غیر از آن که هر جا مینشینند از تو بد بگویند و هر جا مینویسند از تو بد بنویسند. من نمیدانم قدرت تحمل تو تا چه اندازه است. من میان اینها زندگی کردم، میان اینها مردم تا توانستم خودم باشم، ولی تو، من هم مثل تو عاشق گرد و خاک کوچه مان و بچه گداهای خیابان امیریه و کبوترها و سگها و گلهای آفتابگردان هستم، ولی تو برای که میخواهی اینها را تعریف کنی؟ تو از سادگیت و از احساسات پاک و بچگانت زندگی میکنی و اینها با مسخره کردن همین احساسات تو نان خواهند خورد. من به این عادت کردم و این دلقک ها رو خوب میشناسم. تو هم بیا تا آنها رو بهتر بشناسی. منتظر آمدن تو و آنیای عزیزم هستم. و هر جهت اولین کسی که در فامیل ما میمیرد من هستم و بعد از من نوبت توست. من اینها رو میدانم. حیرت انگیز البته این پیشبینی پیامبرگونه. 2 سال بعد از مرگ فروغ فریدون به ایران برمیگرده با همسر و پسرش. سال 47. همیشه میگفت که دلش میخواست استاد دانشگاه بشه. فرج سرکوهی، روزنامه نگار سرشناس، ازش نقل میکنه که گفته چون پایان نامم راجع به مارکس و مسائل سوسیالیستی بود در هیچ کجا به کارم نگرفتن و من مدت 1 سال بدون کوچکترین حق و حقوق گرسنه و درمانده در وطن آواره بودم. بالاخره میتونه با مهندس رضا قطبی، مدیر عامل وقت رادیو تلویزیون ملی ایران ملاقات کنه و یه فهرست بلندی از تجربه هاش که در آلمان داشته میده به آقای قطبی، از جمله شو 1 ساعته هفتگی در تلویزیون آلمان که طبیعتاً به زبان آلمانی و برای مردم اون کشور بود و از جمله برنامه‌های زنده رادیویی موفقی که در آلمان داشته و پیشنهادهای خلاقانه ای که به آقای قطبی میده. میتونه رضایتش رو برای شروع 1 شو 1 ساعته جلب کنه که 6 ماه مقدمات کار طول میکشه و اولین برنامه شو میخک نقره‌ای بر صحنه میاد. 92 قسمت پخش میشه. 3 قسمتش پخش نمیشه و فریدون از تلویزیون اخراج میشه. اون چیزی که من شنیدم که دلیل این اخراج چه بوده خیلی
به نظر مسخره میاد، یعنی اختلاف شخصی خانومی با او که در دستگاه حکومت قبل از انقلاب نفوذ زیادی داشته. به هر حال موفقیت ناگهانی فریدون فرخزاد و شهرت ناگهانی و بی‌نظیرش بین هنرمندای تلویزیون دهه 40 همزمان می‌شود با جدایی همسرش آنیا از او و بازگشتنش به آلمان با همراه پسرشون رستم. من شبم تو صبحی صبح روشن، پسرم مرا از خاطر من، من بی تو ای بهار چون گلی پژمرده هم، خسته و دل مرده هم، پسرم دهان مگیر با سراغ خانه مگیر، آشیانه رفته به باد ره آشیانه مگیر. شعر این ترانه مال ایرج جنتی عطایی است، مثل ترانه شرقی غمگین. به هر حال همین عشق به بچه‌ها و نگرانی از آینده اونا در بعد از انقلاب در دوره جنگ ایران و عراق به یه شکل دیگه با فریدون فرخزاد همراه میشه، حتی توی کنسرت‌هاش از همین موضوع صحبت میکنه. این گلا به خاطر تمام بچه‌های ایران که در این 6 سال مردند، حداقل 8 سال از بین رفتند و بعضی از ما هنوز هم نفهمیدیم که میلیون میلیون کشته شدند. پوران خانم فرخزاد میگن که 3 بار میره عراق فریدون و سعی میکنه به بچه های ایرانی اسیر جنگی در عراق کمک کنه. یادم رفت بگم که دستمزد هر شب اجرای میخک نقره 1500 تومان بود اون موقع سال 47. آقای میم صدر با اسم مستعار از دوستان نزدیک و محافظ فریدون فرخزاد برام نوشتن 500 تومان از اولین حقوقی که بابت اجرای میخک نقره‌ای گرفت در مغازه‌ای در خیابان شاه جمهوری فعلی اسباب بازی خریدیم که به سختی در یک وانت بار جا گرفتند و 3 ساعت طول کشید تا آنها را کادو کردند و فریدون و من با تاکسی و وانت به دنبالمان آنها را به بیمارستان و مرکز نگهداری دولتی کودکان عقب افتاده در جاده قدیم شمیران شریعتی فعلی بردیم و فریدون آنها را بین دختران و پسران بیمار آنجا توزیع کرد و برای آنها خواند و آنها را تک تک در آغوش کشید و جلوی بغض و اشکش را گرفت و در لحظه‌ای هم که نتوانست جلوی سرریز اشکایش را بگیرد به من گفت کاش رستم پسرم هم اینجا بود. چند ویژگی فریدون فرخزاد رو بذارید همینجا بگم و بعد بریم به سراغ زندگی و کارش در بعد از انقلاب، بعد ماجرای از بین برده شدنش. فریدون فرزند دهه طوفانی 1960 در آلمان بود و جنبش ضد جنگ ویتنام. در ایران از یک طرف با مسئولان وزارت فرهنگ وقت و کلا با مسئولان حکومتی که دورش رو می‌گرفتن رابطه داشت، رابطه حسنه داشت و از طرف دیگه سعی می‌کرد آرمان خواهیش رو پنهان نکنه. خودش میگفت من همیشه سعی میکنم مردم رو توی برنامه 3 ساعته تلویزیونی که پر از خنده و شوخی و رقص و موسیقی است متوجه مطلبی بکنم که ارزش دارد بر روی آنها فکر کنند. ببینین مثلا یه نمونه از اجراهاش در میخک نقره‌ای ببینین که چطور در اون زمان ایران که همه میدونن رابطه نزدیک دولت‌های آمریکا و ایران دیگه زبان زد بود و حرف زدن از ویتنام، جنگ ویتنام و مخالفت با اون گرفتاری‌های ساواکی میتونست براتون داشته باشه، با اصرار میخواد نظر مردم رو به جنگ ویتنام و بعد به فاجعه هیروشیما و بمب اتمی این موضوع جلب بکنه. فرامرز اسلامی یکی از، من میتونم بگم یکی از پدیده‌های جدید هستش در موسیقی ما. شعر میگه، خودش آهنگ میسازه، خودش میزنه، خودش میخونه، بعض وقتا خودش هم گوش میکنه. وقتی آهنگا زیاد خوب نیستن خودش گوش میکنه، وقتی که خوب هستن ما هم گوش میکنیم، شما گوش میکنیم. یکی از قشنگترین کار فرامرز اصلانی که همش مال خودشه، شعر، آهنگ، صدا، نوازندگی، همین اگه یه روز هسته. فرامرز اخیراً آلبومش هم اومده بیرون، منتشر شده کارهای جدیدش. ایران نبودی؟ کجا بودی؟ من انگلیس و آمریکا. چیکار میکردی؟
درس میخونه. درس میخونه. چی خوندی؟ روزنامه نگاری. روزنامه نگاری خونده، آواز میخونه. حقوق سیاسی خوندم، شو اجرا میکنم. از این بهتر دیگه چی میشه؟ ولی واقعا قشنگه. یکی بهم میگفت که تو که حقوق سیاست خوندی چطور شو اجرا میکنی؟ گفتم خب درست همونه. واقعا همونه. اونم سیاست میخواد. خب اجرا کردن شو هم سیاست میخواد. اصلا زندگی کردن سیاست میخواد. ما حتی من فکر کنم که هوایی که تنفس میکنیم سیاسی هستش. مگه میشه آدم زنده از سیاست جدا باشه یا سیاست از ما جدا باشه؟ ما سیاست به دنیا میایم، با سیاست از دنیا میریم، با سیاست زندگی میریم. همون بمبی که توی مثلا هیروشیما میفته و 300 هزار نفر رو در آن واحد از بین میبره، این سیاسته. خیلیشون داشتن آواز میخوندن که از بین رفتن همون موقع، بعضیشون شو اجرا میکردن. ببین پس باید دادن با سیاست آشنا بشه و بدونی که دقیقا بمب میفته که با سیاست از زیر ذره. فرامرز اسرانی عزیز الان شنیدم که در واشنگتن اقامت داره و به هر حال خواهیم دید ایشون رو، امیدوارم. حیفم یاد یه نمونه دیگری رو نشونتون ندم که این نمونه بارزی است از برخورد فرخزاد با مهمونای برنامه‌اش که خیلی سر و صدا می‌کرد و با سیاست در همون زمان. عاشق شما نیستیم. از اینجا که من پیمرم خواننده رادیو تلویزیون اصلا عاشق نمیتونه باشه. از هر کسی میگم عاشق میگه نه. پس این شایعات که در مورد ما هستش چیه؟ در مورد من نیست. هیچی نبوده هیچ وقت. خب الحمدلله شما یکی بس کارتون درسته. پس تمام این شایعات در مورد منه. خب نمیخوام عاشق بشی. عاشق نمیخوام بشی. نه خنده دارهش؟ نه واقعا چیز خنده داره. نه که نشده. اصلا تو تا بال عاشق نشدی؟ نه. یعنی بچه‌م که بودی عاشق همسایه، پسر همسایه، کاغذ یواشکی، هر آدم جوونی بابا اصلا هر بچه 16 ساله‌ای عاشق بوده. هم اصلا بچه سالم اون بچه‌ای که عاشق بشه در 14 سالگی، اگه نشه بیماره. باید عاشق بشه آدمیزاد. اول عاشق مادرش آدمیزاد، بعد عاشق دوستای مامانش میشه، بعد عاشق همسایه‌ها میشه. راست میگم. بعد دختر بچه‌ها هم عاشق باباشونن. بعد کفشای گنده مامانشون پاش می‌کنن، ادای زنای بزرگو در میارن، بعد به مردای بزرگ میارن. این طبیعیه، بچه‌س غریزیه. ما نمی‌خوایم قبول بکنیم چون میگیم عفو بده. چرا بده؟ طبیعت که بد نمی‌تونه باشه. شما عاشق نبودین، پس شما بیماری خانم. چرا حالا الان عاشق نیستی؟ با خودت به دکتر نشون بدی. من جدی میگم. آدم در سن تک عاشق نمیشه، اصلا بدر دارم مجانی. اصلا عشق تمام زندگی عشقه. منظورم این عشق نیستش که یکی بغل کنه بگه مثلا قربونت برم. نه، عشق عشق مردم، عشق به دنیا، عشق به سول. شما عشق مردم دارین؟ عشق به دنیا دارین؟ در دنیا چه خبر الان؟ چه بود؟ ویتنام الان چجوریه؟ به چطور تو مربوط نیست؟ ویتنام چجوری الان وضعش؟ نمیدونی. اما عشق به دنیا داری. عشقم داخل سیاست. ببخشید. داش به نون سنگک با هم صحبت کن چطوره؟ فریدون فرخزاد فقط در اجرای شو نبود که سرآمد بود. بعضی ترانه هایی که خوند از معروف ترین ترانه های زمان خودش بود. در کل 116 ترانه فکر میکنم منتشر شد ازش در ایران، در خارج از ایران، که شعر و آهنگ بسیاریش از خودشه. یکی از کارهای موفقش ترانه آشیانه است که قبل از اینکه بشنوید بذارید براتون بگم که فریدون در بعد از انقلاب خارج از ایران درباره همین ترانه آشیانه میگه: من یادم اون موقع بعد از یک دوره فترت کاری من بود، یعنی به من گفته بودن که تو دیگه نباید در تلویزیون و رادیو برنامه اجرا کنی چون زیاد حرف میزنی و بعضی وقتا هم بعضی حرفایی رو میزنی که نباید بزنی، و بعد به من گفته بودن که اصلا حرف نزن و من داشتم واقعا خفه میشدم از اینکه نمیتونستم حرف بزنم و بعد این آواز رو خوندم. ترانه آشیانه روی متن دوبله فیلم ویولون زن روی بام که شاید بعضیاتون دیده باشین پخش شد. خب برگردم به ایران. فریدون در زندگی زناشویی موفق نبود. ازدواج دومی داشت با ترانه، دختر شایسته ایران، در 1352 که به یک سال نکشید و از هم جدا شدن.
ولی در زندگی هنری بی تردید موفق ترین چهره تلویزیون بود. میخک نقره‌ای، دو ساعت با فریدون فرخزاد، بزرگترین نمایش هفته و برنامه‌های رادیویی جمعه ها، جمعه بازار و همزمان برنامه 6 ساعته در کاباره باکارا داشت در تهران. این شهرت بی بدیل در واقع مال کسی بود که از یک طرف میراثدار جنبش اعتراضی جوانان دهه 60 اروپا بود، از طرف دیگه مثل خواهرش فروغ شاید بشود گفت که تحت تاثیر جنبش چپ و حتی چریکی اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 ایران قرار گرفته بود. و به همین دلیل باز اجازه بدید از فرج سرکوهی نقل کنم که بعد از کشته شدن حمید اشرف از رهبران چریکای فدایی در درگیری خیابانی با ساواک در سال 55، فریدون فرخزاد دست گلی گرفت و رفت خونه حمید اشرف به مادرش تسلیت گفت که میگن دلیل اصلی توقف شو بزرگترین نمایش هفته و اخراج موقتش از رادیو همین بوده. خود فریدون هم در جای اشاره به این موضوع میکنه که تا 6 ماه هیچ برنامه‌ای نمیذاشتن اجرا کنه، تا بعد از 6 ماه که میتونه مجوز آخرین شو تلویزیونی شو در واقع دو ساعت با فریدون فرخزاد رو بگیره که تا خرداد 57 برگزار میشد. یا بعد از انقلاب وقتی سازمان چریکای فدای خلق از همه هنرمندا دعوت کرد که برن ستاد این سازمان در خیابون میکده تهران و با این سازمان همکاری کنن، فریدون فرخزاد یکی از هنرمندایی بود که رفت به ستاد سازمان چریکا که خب روشن است که باش برخورد مناسبی نکردن. فرهنگ چریکی و درک کردن فریدون فرخزاد اصلا با هم جور در نمیاد، نمی اومد دست کم. کار او بیشتر سرگرمی بود تا روشنگری و آگاهگری و اینو روشنفکرای توی بورس اون موقع به اصطلاح نمیپسندیدن و برای همین هم فرخزاد نه مطلوب اون جامعه روشنفکری که متاسفانه مطرود اونا بود. ولی فریدون فرخزاد کار خودشو میکرد. بعد از اولین اختلافی که سال 49 با تلویزیون پیدا کرد که ماجراش مفصله، قطبی رئیس تلویزیون که همیشه انصافا حامی فرخزاد بود با شرط گذاشت که اگر با بزرگان دستگاه در برنامه‌هاش کاری نداشته باشه باش قرارداد می‌بنده برای شوی جدید که قرارداد بسته میشه و شوی مفصل سلام همسایه‌ها در 104 هفته اجرا میشه. هم به فریدون احتیاج داشت دستگاه اون زمان و هم می‌خواست کنترلش بکنه. اون هم گاه تن می‌داد و گاه تن نمی‌داد و کار خودشو می‌کرد و حرفاشو می‌زد و خب گاه محروم هم می‌شد. فریدون تو همون سالهای قبل از انقلاب یه فیلم سینمایی هم بازی کرد به اسم دلهای بیارام که فروش خوبی نداشت و تنها فیلم دیگری که این سینما رو ول کرد اصلا، تنها فیلم دیگری که بازی کرد وین عشق من بود سالها بعد در خارج از کشور. فریدون فرخزاد سال 58 چند بار به دادستانی انقلاب احضار میشه، یه مدت کوتاهی هم زندان میفته و سال 61 ایرانو ترک میکنه. من نمیگم از کشور شاه یا امام میام، من از کشور حافظ، سعدی، مولوی، میرزاده عشقی، پروین اعتصامی، ملک و شعرهای بهار و این گونه آدم ها به اینجا آمدم و ازشون فرق کنه خیام یک کسی مثل بقیه، از اونها یاد میکنم برای که اونها هستن که منو ناچاران یک روزی به ایران برمیگردونن یا بچه های ما رو به ایران برمیگردونن. فریدون فرخزاد مدت میره لس آنجلس و بعد از اون چه که به عنوان فرهنگ لس آنجلسی ایرانیا معروف شده بود سخت دل زده میشه. در کنسرت آمریکاش 40 روزی قبل از قتلش و قبل از آخرین کنسرتش در کانادا شعری از فروغ فرخزاد میخونه که همه در سکوت گوش میکنن حاضران و بعد صحبت میکنه در همین باره. تو همین صحبت جواب کسایی را میده که تصور میکردن و شاید هنوزم تصور میکنن که فریدون فرخزاد در حسرت بازگشتن به شرایط قبل از انقلاب بود. من بالکل ناامیدم از اون طرف، امیدوارم خیلی هاشون هرگز به ایران برنگردن. اولین باره که من شعر میخونم از یک کسی و نیازی به این نیست که بگم خواهش میکنم ساکت باشین، وحشتناک لذت بردم و افتخار کردم به اینکه مردم کشور ما در اینجا خیلی بیشتر طالب شعر هستن. اگه آواز بود همه حرف میزدن، چه بهتر که حرف میزدن، ولی برای شعر همه ساکت موندن. این نشون نمیده که مردم با تربیت هستن، این نشون میده که مردم با فرهنگ هستن و خیلی زیباست این مسئله. من یک روزی در لس آنجلس دیدم که در یه تلویزیون شب مولوی رو اعلام میکنن، بعد میگن که شب مولوی در کاباره دیزی همراه با رقص یه خانومی، بعد چون مولوی نبود که نشونش بدن، دیزی هم که نمیشه نشون داد، اون خانمه میخوند تو تلویزیون، این ور دلم اوفینا، اون ور دلم اوفینا. زنگ زدم گفتم این مولویه یا واقعا فاحشه خانه.
عوضی گرفتیم. اینا تمام جهان رو عوضی، اینا اصلا نفهمیدن چی شده. اینا نفهمیدن که یک کسی قبر فردوسی رو با سیمان روشو مالید که مردم نتونن شاهنامه رو بخونن. اینا نفهمیدن که سعدی قدغن شد و مولوی قدغن شد و عشق قدغن شد. اما اگر کسی بتونه واقعا در جهان عشق و قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سریکارن خیلی ابلهتر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در این روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا. من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه. کشور ما باید مثل فردا باشه، مثل تمام کشورهایی که برای فردا ساخته شدن، برای بچه‌های ما و بچه‌های بچه‌هامون. فریدون پیشتر اشاره کردم آرمان‌خواه بود و متعهد، حالا شیوه زندگی و فعالیتش خودش تعیین می‌کرد و از هر چه بیخیالی و وادادن و آرمان ستیزی بود واقعا متنفر بود و هیچ وقت خودشو و حس خودشو پنهان نمی‌کرد. من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره؟ ولی تو همین جاها، تو همین جاها، تو همین مغازه‌ها، تو همین دکونا، تو همین مجالس خیلی ها هستن که مجیز همین آدولف هیتلر رو توی تهران میگن، به خاطر خونه‌شون که پس بگیرن. وطن من و شما رفته، خونه چیه؟ کشور من رفته. من اصلا کسی نیستم دیگه. من اگه شما نباشین کجای دنیا آواز میخونم؟ کی به من توجه میکنه؟ پس بدونین که منم خیلی دوستتون دارم، نیاز به هیچ چیتون ندارم. من میتونم مثل همه ایرانیا کار بکنم، بالاخره 2000 دلار که میگیرم که کرای خونمو بدم و پول آب و برق و تلفن. ولی خجالت میکشم که در زمان شادی شما روی صحنه بودم و در زمان ناکامی مردم کشورم برم تو فاحشه‌خانه‌های لس آنجلس هروئین بکشم و به ریش ملت ایران بخندم و فکر کنم که با ویسکیم به سلامتی ایران زندگی میکنم. نه، من با قلبم به سلامتی ایران زندگی میکنم و با ذهنم برای وطنم قدم. به همین دلیل فحش میخورم، ولی زنده هستم. شما هم زنده هستین و به ایران برمیگردین. شما بدونین مردم ایران به ایران برمیگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که یه فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نماز خون شدند، ریش گذاشتند برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن و 200 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستم. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. ببینید چیزایی که فریدون فرخزاد میگه در تمام زندگیش دیدیم که نشون داد که اولا فکر شده است و ثانیا هم برای خودنمایی نیست. خود فریدون سریع و مختصر و مفید خودش رو توصیف میکنه. از 10-12 سالگی سیاسی بودم، چپ بودم، به جناح چپ علاقه شدیدی داشتم. خیلی زود به اروپا رفتم، در آلمان غربی درس خوندم. در اونجا طبیعتاً با احزابی که وجود داشتن نزدیکی سیاسی پیدا کردم، به خصوص با حزب سوسیال دموکرات که ویلی برانت و اواخر هلموت شمیت رهبر اون حزب بودند و علاقه شدیدی به این حزب داشتم. چپگرا بودم شدید. رشته تحصیلیم مارکس شناسی بود، یکی از معدود مارکس شناسان ایران هستم. دکتر حقوق هستم در رشته مارکس شناسی و طبیعتاً وقتی کسی مارکس رو میشناسه نمیتونه حتماً طالب آدولف هیتلر هم باشد. بنابراین چپگرا بودم، مثل تمام جوانهایی که در کشورهای کپیتالیستی زندگی میکنند چپگرا بودم و اتفاقا تمام جوانهایی هم که در کشورهای سوسیالیستی زندگی میکنند غربی فکر میکنند. وقتی در اونجا بلوایی میشه، شورش میشه، نیمچه انقلاب میشه، همه احساس غربی بودن دارن جوانها. لهستان بهترین نمونش، جوانها اکثرا غربی فکر میکنند و از چیزهایی دفاع میکنند که به مارکس اصلا ربطی نداره. بنابراین آدم سیاسی بودم و تحصیلاتم سیاست بوده. وقتی هم که به ایران برگشتم آدم بسیار سیاسی بودم و همیشه هم دلم میخواست که استاد دانشگاه باشم یا دیپلمات باشم. از هنرم استفاده کردم، هنری که در من نهان بود و من اطلاعی از اون نداشتم. به ناچاری دنبال شغلی رفتم در تلویزیون و خب گفتند که من هنرمند هستم. شاید هنرهای دیگری هم میداشتم اون موقعی که خودم از اون خبر نداشتم که بعد در این دو سه سال
کشف کردم اونها رو، مثلا نویسندگی، مثلا شعر گفتن. و در این مدتی که در ایران خمینی زندگی کردم، دو سه جلد کتاب فارسی هم ترجمه کردم هم سرودم. از سروده های فریدون فرخزاد برای نمونه دستخطش رو امیدوارم بتونیم ببینیم. بله، این شعر معروف اوست که پاریس 20 مارس 1989 نوشته شده 1375، که شروعش این است که شاید بتونین بخونین: بعد از این عشق زبان دگری خواهد داشت، خلوت خانه مکان دگری خواهد داشت. بعد از این آن همه اندیشه که از ریشه گریخت، مرتع سبز و جهان دگری خواهد داشت. و ادامه شعر، شعرهای نوع بسیار زیبایی هم داره که من متاسفانه فرصت نیست براتون بخونم، در کتابهاش هست. به ویژه در خارج از کشور فریدون فرخزاد شعرهای ترانه هاشو خودش می نویسه و آهنگ بعضی هاش هم از خودشه. و هرچی میگذره آرمان خواهی و سیاست مطلوب او در شعرهاش و ترانه هاش پررنگتر میشه. ترانه می خونه که آهنگش از انریکو ماسیاس هست و شعرش از خودشه با نام انقلاب. اکنون آوازی میخوانم برای آینده، برای روزی که میرقصم روی هر لب خنده. اکنون آغاز راه ما و انتهاش پیداست، هر شمها پیش ای مردم رزمتان پاینده. برای خشم ملتم، برای خشم ملتم، برای خشم ملتم میخوانم که می جنگد و باز ملتم رود به پیش، ملتم رهد ز خویش، ملت آزادم. فردا از آن من و تو، اگر زراهایم اما بدون رسم ما فردا نمی آیم. به پاخیزید ای مردم میان تاریکی، به سوی صبح پرگیری که شب نمی‌پاید. این فکر و روش فریدون فرخزاده که با افشاگری‌های تند و تیزش از خرافات حاکم بر ایران همراه، در یکی از کنسرت‌هاش در لندن ببینیم حالا یه تیکشو. اگر زلزله ای حادث شد، یعنی چیز مهمی هم نیست، هم چیز زلزله ای حادث شد، مثلا ممکنه فقط 1,000,000 بمیرن، مهم نیست. اگر زلزله ای حادث شد، شخصی در طبقه دوم خوابیده بود، مثلا شخص 70 ساله، عمه آن شخص در طبقه اول خوابیده بود، عمه شخص 70 ساله چند سال است؟ 110 ساله. حالا زمان شاه زلزله میاد، مردم دنبال کفش و کلاه و شلوارشون بودن، تنشون من بودن من تو خیابون. حالا زمان اینا، اگر بر اثر تکانهای ناشی از زلزله آن شخص به روی عمه خود افتاد، طفلی که از این جریان ها دست می شود حلال زاده است، کی تو زلزله رو عمهش میفته بچه دار میشه. آخه این چه دینیه که آدم بغل عمهش میخوابه؟ مگه میشه؟ حالا کی تو زلزله اون حالت تحریک جنسی رو داره که صاف بیفته رو عمش بچه‌م درست بکنه؟ چی اینا گفتن که دادستان کل انقلاب گفته اگه از این مرتی که از این حرفا بزنه میکشیمش. گفتم دادستان کل انقلاب خودش در اصل تکانهای ناشی از زلزله به دنیا آمده، که شخصی به روی عمش افتاده دادستان کل انقلاب به دنیا آمده. ساعت 3 بعد از ظهر شنبه 13 مرداد 1371، سه نفر با قرار قبلی به عنوان مهمون آشنای فریدون فرخزاد میرن خونش. احمد جیهونی کارمند امنیتی
وزارت اطلاعات اکبر خوشکوش که مفصل تو همین برنامه صفحه آخر معرفیش کردیم قبلا، متخصص قتل مخالفه با چاقو، و سعید امامی معاون وقت وزارت اطلاعات که اون موقع وزارت وزیر اطلاعات فلاحیان بود و رئیس جمهور هاشمی رفسنجانی. به گفته پزشک قانونی پلیس بن بین ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر همون روز با 21 ضربه کارد بزرگ آشپزخونه فریدون فرخزاد سلاخی می شود و قاتلا میرن جسد فریدون فرخزاد بعد از 2 یا 3 روز کشف میشه و تیکه تیکه خلاصه در گونی ریخته میشه و برده میشه. و به هر حال ادامه داستان زیاد است، فرصت بسیار کم. مهمان محترم این بخش برنامه های مهدی خانبابا تهرانی هستند که سابقه دیرینه آشنایی با فریدون فرخزاد دارند و فعالیت های او در آلمان. آقای خانبابا تهرانی درود بر شما. نخستین پرسشم از شما این است که فریدون، آشنایی شما با فریدون فرخزاد چگونه بود در آلمان؟ آقای فلاحتی عزیز با سلام به شما و درود به همه بینندگان و همیهنان ارجمندم در هر کجای جهان که به تماشا این برنامه نشستم، باید عرض کنم که حضور من در این برنامه در واقع یک نوع ادای وظیفه در برابر خانواده محترم فرخزاد، به ویژه دوستان جوانیم امیر مسعود برادر بزرگتر فریدون و فریدون که در ایام جوانی در مونیخ با من بود و فروغ. من این خانواده رو، امیر و فریدون رو، از ایران میشناختم ولی در سال 1956 یعنی 60 سال پیش وقتی به آلمان آمدم با اینها آشنا شدم، با هم همسایه بودیم، با هم زندگی کردیم و در انجمن دانشجویان ایرانی در شهر فرانکفورت که یکی از انجمنهای بسیار نیرومند و فعال کنفدراسیون جهانی بود با هم فعال بودیم. البته امیر فرخزاد برادر بزرگتر فریدون که نقش سرپرست فریدون رو هم داشت در جبهه مقابل ما بود، او عضو جبهه ملی بود و از فعالین ملی بود و فریدون خودش رو سوسیالیست میدونست، در کنار ما بود. باید این رو عرض کنم، من چند روز شنیدم بسیاری از هنرمندان درباره فریدون صحبت کردن، فریدون چپ بود ولی چپ دوگ نبود، چپ ایدئولوژیک نبود، از همون جوانی جوان بسیار هوشمندی بود و آدمی بود که هیچ موقع خودشو مقید به یک چارچوب بسته ایدئولوژیک نمیدونست، خودشو واقعا یک سوسیالیست آزاده میدونست. من الان اخیراً یک نوشته میخوندم تحت عنوان کتابیست بر آب و آتش که آقای دکتر فریدون حجبری که از فعالین اون موقع انجمن ما نوشته و یادی کرده از فریدون نوشته. ما یک موقع تظاهراتی گشته بودیم بر علیه نقض حقوق بشر، ناگهان دیدیم فریدون از تراموای پیاده شد، یک سگ سفید در یک دست و یک پلاکات در دست دیگر که نوشته بود مرگ بر دیکتاتورها. پلیس رفت، خب اون محیط خیلی محافظه‌کارانه بود در آلمان، پلاکات رو گرفت چون گفت علیه شخص و دیکتاتور نباید شما چیزی بگید. فریدون همیشه بی‌پروا بود، حرفش میزد حتی تا پای جان رفت و این حرف رو همطور که شما در برنامه‌تون یادآور شدید در تمام دوران و ادوار تاریخ حرفش رو بی‌پروا زده. اما اون چیزی که من از فریدون یاد دارم در تمام دوره، حتی من در عروسی اولش بودم در مونیخ، ولی باید اینو یادآور شم، این دوره‌هایی که شما ذکر کردید در دوره رشدش بود، چه دوره شاعریش و چه دوره شومن شدنش، دیگر من نبودم. من رفتم 1964 به چین، از هم جدا شدیم تا اینکه من فریدون رو بعدها که آمدم در تهران دیدم. در تهران زمانی بود که بگیر بگیر بود، بعد از انقلاب بود و امیر به من مراجعه کرد، خواست که من یک کاری بکنم فریدون از ایران خارج شه چون در خطر بود. تا اینکه روزی در مقابل جام جهانی در مقابل تلویزیون ایران با دوستی رد می‌شدم، فریدون با من روبرو شد، خیلی هم ناراحت شد، گفت تو چرا اینطور راست راست داری راه می‌ری، مگه ندیدی هفته پیش سعید سلطانپور رو کشتن؟ بعد گفت من باید تو رو ببینم و اینا. برای چند بار به من مراجعه کرد برای خروج از ایران، برادرش هم میگفت اگر ممکنه این رو از راه کردستان رد کن بره، که نشد، خود من مجبور شدم به اختفا و از ایران خارج شدم. بعدها فریدون آمد بیرون و چند بار با من تماس گرفت تا اینکه در سال 1975 یا 76 بود که با من تلفنی تماس گرفت و آخرین دیداری که من با او داشتم سال در واقع 87 در شهر فرانکفورت بود که
اونجا اومد من باش ملاقات کردم و مسائلی گفت که من در برنامه قبلی با شما گفتم. ولی هنرنمایی فریدون رو باید من ذکر کنم. اولین بار فریدون فرخزاد در سال 1959 در جشن نوروزی که ما در مونیخ برگزار کردیم به نام انجمن دانشجویان ایرانی شهر مونیخ، ایشون رفت روی صحنه. اونجا من مهمان عزیز دیگری هم به نام منوچهر جانبگلو داشتم که از وین آمده بود و سنتور می نواخت. این دو تن وقتی رفتم بالا آنچنان هنرنمایی کرد، آنچنان ترانه های شورانگیزی خوند این آقای فرخزاد که جمعیت دست می زد و این پایین نمی اومد. و وقت ما محدود بود چون ما اون موقع در سالن غذاخوری دانشگاه سن برپا کرده بودیم و مجبور بودم چند بار پرده رو بکشم برم پشت بگم بیا آقا پایین. میگو آخه ببین دوست دارم من باید بخونم. خیلی جوان بود اون موقع، هنوز به شهرت نرسیده بود، هنوز در واقع روی صحنه نرفته بود. این نخستین بار بود که اونجا هنر خودش رو در واقع نمایان ساخت. آقای تهرانی معذرت میخوام، دو دقیقه فرصت داریم. آنچه که مهمترین است از نظر شما ما بگوشیم. مهمترین است که فرخزاد جانش رو در کف دستش گرفت و به جنگ استبداد مذهبی رفت و تا آخرین لحظه با استبداد مذهبی جنگید و آنگاه که دلتنگ ایران بود، دشمنان سوء استفاده کردن از دلتنگی او و در بین راه قرار گرفتن و با سوء استفاده از عواطف این انسان شریف توانستن درش رخنه بکنن و به بهانه اینکه ما مادرت میاریم اینجا و خودت هم میتونی برگردی برنامه های شوی میخک نقره ای اجرا کنی، توانستن اون بلایی رو به سرش بیارن که آوردن. و من دیشب خوابش دیدم فرخزاد رو که فریاد میزد که این چه وضعیتی است آقای روحانی، دادگسترتر از این آقای پور محمدی پیدا نکردی که شما دادگستری بدید دست این؟ آخه داد ما رو کی خواهد خواست؟ بله پور محمدی اون موقع رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود. بله به هر حال اینها که حالا بر کمیته حقیقت یابی که پیدا نکردن، خود قاتلین و امنیتچی ها رو فعلا گذاشتن بر سر کار. به هر حال من فکر میکنم جا داره که کمیته حقیقت یابی به وجود بیاد برای بررسی تمام این قتل ها و جنایت هایی که در خارج کشور شده. در داخل کشور هم حقیقتاً یه عده مشغول این کارن و به نظر من اگر از طرف دولتیان همتی به خرج نره که نخواهد رفت، خود نهادهای مدنی و مردم ما باید این همت رو به خرج بدن و ابتکار این کار رو در دست بگیرن. فریدون به نظر من نامش جاویدان خواهد موند. فریدون یک بچه بود که به نظر من زود به دنیا آمده بود، آدم پیشاهنگی بود که یک قرن زود به دنیا آمده بود، جوان دیگر باشی بود، دیگر اندیشی بود که خیلی ها او را نمی فهمیدن و از این جهت رنج می برد. او با من خیلی نزدیک بود و هر موقع تا برادر بزرگ بزرگی می کرد، سرپرستی او را می کرد، او را می خواست تنبیه بکنه، گریان می اومد پیش من می گفت به امیر بگو انقدر من اذیت نکنه. یادش به خیر و سپاسگزار از شما. در بین هنرمندان و بین دگراندیشان نام او و راه او پر رهرو باد. بسیار سپاسگزارم آقای مهدی خانبابا تهرانی که زحمت کشیدید و به این برنامه تشریف آوردید.